قاتل زهره فکور صبور بازیگر مشهور سینما و تلویزیون دستگیر شد. دوستان عزیز به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. خانم زهره فکور صبور یکی از بهترین و خوش استایل ترین بازیگران سینما و تلویزیون کشورمون متاسفانه 3 سال پیش در پنجشنبه 12 اسفند سال 1400 در 43 سالگی درگذشت. منابع رسمی علت مرگ او را اعلام نکردند. بسیاری از شبکه‌های غیر رسمی علت فوت زهره فکور صبور بازیگر مشهور جوان سینما و تلویزیون کشورمون را مصرف تعدادی قرص اعلام کردند. و منابع دیگری هم گفتند او در زندگی شخصیش یک مشکل خصوصی داشته و به دلیل خوردن قرص‌های اعصاب اووردوز کرده. زهره فکور صبور که یکی از بازیگران بسیار خوش اخلاق و بسیار متواضع سینما و تلویزیون کشورمون بود، در حال جان خودش رو از دست داد که شایعات فراوانی برای علت درگذشت او هنوز بعد از 3 سال وجود دارد. ناگفته نماند که زهره فکور صبور دقیقاً در شب قبل از فوتش تصویری از خودش و همراه مادرش رو منتشر میکنه و در واقع یه شب قبلش در منزل مادرش بوده و مادرش رو در آغوش میگیره و دستای او رو محکم فشار میده و گویا این آخرین تصویری از زهره به همراه مادرش بوده. بسیاری از دوستان و نزدیکان خانم زهره فکور صبور اعلام کرده بودند و گفته بودند زهره بسیار با اخلاق و بسیار با خدا بود. اتفاقا چند روز قبل به زیارت امام رضا در مشهد رفته بود. او به هیچ عنوان اهل خودکشی نبود. او به شدت اهل خدا و پیغمبر بود. اصلا آدمی نبود که بخواد این چنین به زندگی خودش پایان بده. او مدتی قبل با مهران مهامی یکی از کارگردانان سینما و تلویزیون ازدواج کرده بود. آقای مهران مهام که کارگردان سینما و تلویزیون کشورمون هستند، زمانی که با خانم فکور صبور ازدواج کرده بودند دارای همسر و فرزند بودند و در واقع ازدواجشون با خانم زهره فکور صبور به صورت پنهانی و به صورت ازدواج دوم و مخفیانه ایشون بوده. البته نزدیکان خانم فکور صبور از ازدواج آقای مهران مهام با زهره مطلع بودند، اما همسر ایشون از این ازدواج چیزی نمی‌دونسته. بر حسب گفته‌های نزدیکان و دوستان خانم فکور صبور، ظاهراً آقای مهران مهام فردی بسیار با محدودیت‌های اخلاقی بوده و طوری بوده که تمام رفت و آمدهای خانم زهره فکور صبور رو کنترل می‌کرده و بر همین اساس بوده که زهره فکور صبور بارها به خاطر اخلاق تند مهران مهام از ازدواج با او پشیمان شده بوده و شاکی از اخلاق بسیار سخت و سختگیرانه او بوده. اما باز هم اینها دلایلی بر این نبود که زهره فکور صبور به دلیل ناراضی بودن از همسرش بخواد به زندگی خودش به این شکل پایان بده. داستان از این قرار هست که در واقع در تاریخ 12 اسفند سال 1400 آقای مهران مهام وقتی با همسرشون خانم زهره فکور صبور تماس میگیرن، میبینن که از ایشون خبری نیست و جواب تلفن رو نمیدن. وقتی به آپارتمانی که متعلق به خانم فکور صبور بوده مراجعه میکنن، میبینن که خانم زهره فکور صبور در رو باز نمیکنه و به هر صورت آقای مهران مهام و همراهی نگهبان ساختمان یا سرایدار ساختمان در رو میشکنن و وارد ساختمان میشن و وقتی آقای مهام وارد اتاق خواب زهره فکور صبور میشه، او رو در حالی میبینه که به زندگی خودش خاتمه داده و دورش کمی قرص و قرصهای اعصاب وجود داشته و بعد از کالباد شکافی متوجه میشن که زهره فکور صبور
توسط قرصای اعصاب به زندگی خودش پایان داده. البته افرادی که با زهره فکور صبور شب قبل از فوتش در ارتباط بودند اعلام کرده بودند و گفته بودند حال خیلی خوبی داشت، اصلا افسرده نبود. خب مثل بقیه بازیگر و بقیه مردم از کارش یه ذره گله داشت، از همکاراش گله داشت، چون به زهره دیگه کار نمیدادن و خب از اون وضعیت خسته شده بود. اتفاقا یکی دو هفته قبل از فوتش هم در شبکه استانی اصفهان مصاحبه‌ای هم داشت که خدا بیامرز باز هم اعلام کرده بود و گفته بود یه ذره پارتی بازی در صدا و سیما صورت گرفت و دیگه به زهره فکور صبور و بعضی از همکاراش کاری رو نمیدن و اینها هم باز دلیلی بر خودکشی زهره فکور صبور نبود. تا اینکه حدوداً دو شب پیش بود که بعد از 3 سال در پیج رسمی شخصی خانم زهره فکور صبور در پیج اینستاگرامشون خبری از قاتل خانم فکور صبور منتشر میشه. خانواده زهره فکور صبور بعد از 3 سال تصویری از یک مرد جوان کت و شلواری رو که احتمالاً هم از دار و دسته در واقع آدم های کسی به پشت پرده هستش اعلام می کنن که این فرد قاتل دخترشون زهره فکور صبور هستش و اگر این فرد رو شناسایی کردین و دیدید لطفاً به ما اطلاع بدید. و در نهایت دقیقه 1-2 روز بعد از منتشر شدن عکسی از این مرد در پیج رسمی اینستاگرام زهره فکور صبور، دقیقاً ساعتی پیش این فرد دستگیر میشه توسط نیروی انتظامی و در واقع همسر خانم زهره فکور صبور آقای مهران مهام که یکی از کارگردانان مشهور سینما و تلویزیون هستند در تصویری که از لحظه دستگیری قاتل زهره فکور صبور منتشر میشه، همسر ایشون آقای مهران مهام خطاب به قاتل که دستاشو در واقع دستبند زده بودن اعلام میکنه و میگه من ولت نمیکنم و تو زهره رو کشتی، باید تقاص پس بدی. و اونجا بوده که مهران مهام مشخص میکنه که در واقع زهره فکور صبور به دست خودش نمرده، بلکه این فرد با اخاذی و با تهدید و رشوه گرفتن، حالا بابت انتشار یه عکسی بوده یا فیلمی بوده یا هر چیزی بوده که در واقع خانواده زهره فکور صبور دوست ندارن که جزئیات بیشتری ازش رو منتشر بکنند، این فرد باعث اخاذی و در واقع تهدید به زهره فکور صبور شده در شب قتلش و بنده خدا زهره فکور صبور که چاره‌ای جز مرگ برای خودش ندیده بود به زندگی خودش متاسفانه پایان میده و باید این فرد مجازات بشه. مردی که متهم به قتل زهره فکور صبور، بازیگر بسیار با اخلاق و بسیار جوان سینما و تلویزیون بوده، باید این مرد محاکمه و به سزای اعمالش برسه، چون وقاحت تمام هم از صورتش میباره. شما باید تصویر این مرد رو ببینید. اما میپردازیم به جزئیات بیشتر از دستگیری متهم به قتل زهره فکور صبور. آقای حسین شاهرخی وکیل زهره فکور صبور در صفحه اینستاگرام خود ضمن انتشار ویدیویی اعلام کرد پس از انتشار خبر محکومیت فرد مرموز در پرونده مرحوم زهره فکور صبور، به لطف پروردگار طی عملیات ویژه مامورین ظرف 24 ساعت در مخفیگاه خود قاتل شناسایی و دستگیر شد. ضمن قدردانی از زحمات نیروی انتظامی و تمامی کسانی که از این فرد شکایت یا ادعایی دارند درخواست می شود ظرف 48 ساعت آینده به کلانتری 129 جامی و یا دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه نمایند. وکیل زهره فکور صبور با اشاره به خبر منتشر شده درباره دستگیری فرد متهم به قتل گفت بعضی جزئیات پرونده اخلاقی و محرمانه است و شامل تهدید
اخاذی از خانم فکور صبور بوده. حسین شاهروخی وکیل خانم زهره فکور صبور گفته فرد متهم به قتل زهره فکور صبور امروز از محلی که در آن مخفی شده بود طی یک عملیات فریب دستگیر شده. او با بیان اینکه برخی جزئیات پرونده اخلاقی و محرمانه است، این موارد شامل تهدید و اخاذی از زهره فکور صبور بوده. آقای شاهروخی هم گفته احتمالاً تعداد شاکیان فرد متهم به قتل زهره فکور صبور بیشتر از چیزی است که پیش بینی می‌کنند و متاسفیم که یک فرد کلاهبردار جان دختر جوان سینما و تلویزیون کشورمون رو گرفت و البته جان دختران بسیار زیادی که شاید حالا تعدادشون از دستشون در رفته. متاسفیم. مردم هوشیار باشید. مراقب دختران جوانتون باشید. متاسفانه هنوز هم حیوانهای کثیف که البته حتی بهشون حیوان هم نمیتونیم بگیم، در واقع شغالهای کثیفی در جامعه ما وجود دارن که بیمارگونه در سمتهای مختلف شغلی هستند و از زنان و دختران اخاذی میکنند با داشتن رابطه های پنهانی و نامشروع. مراقب جوانهای خود باشید. با سپاس از همراهیتون. لطفاً لینک این ویدیو رو حتماً و لطفاً در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان و سوئیس و دانمارک و نروژ و انگلیس و فرانسه و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون لطفاً و حتماً شیر بکنید و حتماً در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو به صورت فینگلیش یا انگلیسی سرچ کنید، وارد کانالمون بشید، ویدیوها رو لایک کنید و کامنت بذارید و برای دوستانتون در فیسبوک و توییتر لطفاً و حتماً شیر کنید. منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما باشید تا یک ویدیو دیگه و یک خبر دیگه از جزئیات بیشتر این ماجرا. شب و روز بر شما عزیزان خوش.